جهان ما و فراتر از آن. برنامه فضا با همکاری آژانس فضایی اروپا. جمعیت کره زمین در حال افزایش است. منابع طبیعی آن هر روز بیش از پیش تحلیل می‌رود و تأمین نیازهای بشر از مواد غذایی گرفته تا انرژی و مسکن سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود. از این روز که حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کره زمین امروز در مرکز توجهات بشر قرار گرفته. اما چگونه؟ امروز شرایط مثل 300 سال گذشته نیست و ما به اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری نیاز داریم، چرا که نوع فعالیت‌های بشری متحول شده و ما شاهد نتایج ناشی از دستکاری در طبیعت هستیم. استفاده از ماهواره‌ها تنها برای زیر نظر گرفتن فعالیت‌های بشر نیست، بلکه به بخش مهم و اساسی این نکته تبدیل شده که چگونه اقتصاد ما می‌چرخد و چگونه جوامع در کنار هم زندگی می‌کنند. اینجا در کوپنهاگ، مقر اصلی آژانس اروپایی محیط زیست، تمام اطلاعات مربوط به مشاهدات ما از زمین بررسی و تجزیه تحلیل می‌شوند. از چند دهه پیش اطلاعات ماهواره‌ای هم به این بانک عظیم اطلاعاتی افزوده شده و یک منبع مناسب اطلاعاتی از سیر تحولات کره زمین را برای متصدیان امر به وجود آورده است. در اینجا ما یک شبکه تخصصی اطلاعات و داده‌های زیست محیطی را جمع‌آوری کردیم. کیفیت آب‌های جاری و همچنین هوا را اندازه‌گیری می‌کنیم و تمام سعی خود را می‌کنیم تا صحت و کیفیت این اطلاعات تضمین شوند. این کار برای مقایسه و ترکیب با تصاویر ماهواره‌ای هم مفید است. این نقش ویژه ای ماموریت را برای آژانس تعریف کرده که می‌توان آن را در دو کلمه این گونه تعریف کرد: جهانی و محیط زیستی. منظور از جهانی، سازمان‌های جهانی هستند که بر مسائل مختلفی نظیر کیفیت آب، هوا، کیفیت وسایل حمل و نقل و انرژی نظارت می‌کنند. دامنه محیط زیست بسیار وسیع است و تنها محدود به گیاهان پیرامون ما نمی‌شود، بلکه نحوه زندگی شهری، بازیافت زباله‌ها و نحوه تأمین مواد اولیه را هم در بر می‌گیرد. در نتیجه نظارت جهانی بر این مسئله اهمیت دارد. در این شرایط نقش ماهواره‌ها حیاتی است. 10 سال پیش آژانس فضایی اروپا NVSAT بزرگترین ماهواره نظارتی وقت دنیا را به فضا پرتاب کرد. هرچند که این ماهواره مدتی است کارایی خود را از دست داده، اما همواره به عنوان پیشرو در ماهواره‌های نظارتی نسل جدید اعتبار خود را در کنار سنتینل و GMES یا برنامه اروپایی نظارت جهانی بر محیط زیست و امنیت که آنها هم یکی از شرکای اصلی برنامه بلند پروازان اتحادیه اروپا هستند، حفظ کرده است. برنامه GMES موجب تداوم کار NVSAT می شود. هدف این برنامه رسیدن به یافته های 30 سال اخیر در مورد هواشناسی است. بنابراین هدف اصلی ما جمع‌آوری یک بانک اطلاعاتی است که کاربردهای زیادی داشته باشد. پرتاب ماهواره سنتینل 1 برای سال 2013 برنامه ریزی شده و این ماهواره قادر خواهد بود تحت هر گونه شرایط جوی و در 24 ساعت شبانه روز به فعالیت خود ادامه دهد. در مرحله بعد قرار است ماهواره سنتینل 2 به فضا پرتاب شود. سنتینل 2 قادر خواهد بود با دقت و حساسیت بیشتری تمام تحرکات روی زمین را با کیفیت بالا ثبت کند. پس از آن نوبت به سنتینل 3 خواهد رسید، ماهواره‌ای مجهز به اشعه مادون قرمز که با رادارهای دقیق خود میتواند میزان حرارت زمین را نیز اندازه‌گیری کند. این گونه ما واقعا پیشگام خواهیم شد. درست است که در هواشناسی شیوه آمریکایی‌ها را دنبال می‌کنیم، ولی به کمک برنامه GMES به شماره 1 دنیا تبدیل می‌شویم. خیلی خوشبین هستیم که بتوانیم از سال آینده ساخت مراحل ساختاری ماهواره را شروع کنیم. در حال طی مراحل نهایی هستیم و تا 2-3 سال آینده سیستم به طور کامل در مدار قرار خواهد گرفت. GMES در تمام زمینه‌های فعالیت‌های انسانی مفید است. مثلا در زمینه حمل و نقل، تغییرات فصلی راه‌های دریایی یا مثلا شناخت تحولات جهانی در زمینه رشد گیاهان. از طرف دیگر یک بانک اطلاعاتی به شمار می‌رود که به واسطه آن می‌توان تغییرات اقلیمی حال حاضر را بهتر و درست‌تر درک کرد. و نهایتاً اینکه از طریق آن میتوان در شرایط اضطراری روند خدمات رسانی را مثلا در زمان وقوع فجایع طبیعی تسهیل کرد. اینجا در مقر سازمان حمایت‌های اجتماعی ایتالیا این برنامه ناشناخته نیست.
به هر حال ورود ماهواره های خانواده سنتینل که منحصراً به این برنامه اختصاص دارند، نقطه عطفی در شبکه نظارتی فضای اروپا به شمار خواهد رفت. کار ما با ماهواره‌ها بیشتر کارکردی پیشگیرانه و پیشگویانه دارد. به کمک ماهواره‌ها همچنین خود را برای ارائه واکنش‌های مناسب در شرایط اضطراری آماده می‌کنیم. برای تصمیم گیرندگان و یا برای همکارانی که بیشتر یک دیدگاه زمانی نسبت به تحولات در جریان دارند، این سیستم بسیار سودمند است. از این رو وجود ماهواره ها یک ابزار استراتژیک مناسب برای این کار به شمار می رود. دیگر سازمان های زیرآب در عرصه تامین امنیت و نظارت های فضایی اروپا هم به ماهواره ها نیازمندند. مثلا گارد ساحلی ایتالیا در این زمینه روابط مستحکمی با اسا برقرار کرده و از فناوری ماهواره ها در رصد کردن دریای مدیترانه استفاده می کند. در زمان جنگ لیبی و بهار عرب با بحران جدی در آبهای مدیترانه مواجه بودیم. از ماهواره های بسیاری تقاضای تصویر می کردیم تا بهتر و دقیق تر بتوانیم اهداف ما را شناسایی و متناسب با آن وارد عمل شویم. اعتقاد به یک دیدگاه جهانی می تواند در شرایط اضطراری منجر به بهترین واکنش ممکن شود. در جریان بحران لیبی و طی ماهای اول سال 2011 در حدود 30,000 مهاجر خود را به سواحل ایتالیا رساندند. در تمام این مدت ما باید با نظارت خود تعداد قایق‌هایی که بندرهای لیبی را ترک می‌کردند تخمین می‌زدیم. درست است. ماهواره نمی‌تواند همه کار بکند، ولی بدون آن هم در جریان بحران لیبی و یا ماجرای دزدان دریایی سومالیایی ما کور بودیم. Purtroppo è come se fossimo ciechi. Da un altro punto di vista, quello che offre il monitoraggio. از یک نقطه نظر دیگر، نظارت ماهواره‌ای تنها ابزار برای رویت چیزهایی است که می‌خواهند مخفی نگاه داشته شود. ماهواره اسلحه مناسبی در برابر کارهای غیرقانونی و خلاف است. Tutti quelli che non vogliono essere visti, quindi di migliorare il contrasto a tutte le attività illecite e illegali. از آنجایی که مرز بین حفاظت از محیط زیست و برقراری امنیت اغلب مشخص نیست، نظارت بر ماهیگیری قانونی و کمک به پلیس دریایی یکی دیگر از مواردی است که از طریق چشمان تیزبین ماهواره‌ها قابل پیگیری هستند. برنامه مثل GMES برنامه ایست برای مواجهه با بحران اقتصادی، چرا که مشاکلی را در حوزه فناوری پیشرفته برای بسیاری از مهندسان و دانشمندان فراهم می کند و صاحبان صنایع را قادر می سازد تا کالاهای مورد نیاز دولت ها را تولید کنند. یک کشتی هوایی زپلین که به طور معجزه‌آسایی از فضا اسلاید تهیه می کند. اینجا و در همین محل در فریدریشافن، یکی از دفاتر صنایع فضایی آلمان، ماهواره‌های سنتینل برای بهره برداری آماده خواهند شد. جالب اینجاست که ساخت قطعات مختلف این ماهواره‌ها به شرکت‌های کوچک و بزرگی در سراسر اروپا محول شده و در واقع باید آن را یک کار گروهی و جمعی قلمداد کرد. ما در مأموریتمان برای ساخت این ماهواره پیچیده همکاری جدی را آغاز کردیم. نقش اصلی طبیعتاً بر عهده شرکت‌های بزرگ است که به عنوان پیمانکاران اولیه شناخته می‌شوند و زیر دست آنها خرده پیمانکارانی از دولت‌های عضو قرار دارند که همه و همه کم یا زیاد در این مأموریت بزرگ و چالش‌زا نقش دارند. این برنامه نظارتی ماهواره‌ای اروپایی زمینه پای گرفتن فناوری‌های جدید را در همه زمینه‌ها به همراه خواهد داشت. در زمینه کارآفرینی یک وزنه قدرتمند به شمار می‌رود و راه ابتکارات فضایی را به روی اروپایی‌ها باز خواهد کرد. تجارت واقعی نهایتاً در ارائه خدمات سطح پایین‌تر مثل ارزیابی داده‌ها، تجزیه و تحلیل و یا ارائه خدمات به مؤسسات اروپایی منطقه‌ای یا ملی و حتی جهانی خواهد بود. این موضوع به نوبه خود موجب کارآفرینی می‌شود و متخصصان را نه تنها در حوزه مهندسی بلکه در حوزه جغرافیا، حوزه اجتماع و خیلی دیگر از حوزه‌های غیر فنی به کار می‌گیرد. ماهواره‌های سنتینل 4 و 5 در واقع ماهواره نیستند، بلکه تجهیزات ماهواره‌ای هستند که به مجموعه ماهواره‌ای هواشناسی ایومدسات اضافه خواهند شد. یکی از وظایف اصلی ماهواره‌ها بررسی میزان آلودگی جو و تجزیه تحلیل آن است، اما مشکلاتی هم در این راه وجود دارد.
ما برای عملیاتی شدن این برنامه از سال 2014 به بودجه نیاز داریم. هنوز مشکلات به طور کامل برطرف نشدند. کمیسیون اروپا به دلیل فنی بودجه ای را خارج از ردیف بودجه برنامه‌های فضایی اتحادیه پیشنهاد داده و این نتیجه شرایط اقتصادی حال حاضر اروپا است که خیلی رهیافت خطرناکی است. آن هم برای زیرساخت‌هایی که مالیات دهندگان تا کنون 3 میلیارد یورو آن را پرداخت کرده‌اند. این موضوع احتمالاً بر پیچیدگی کار خواهد افزود، چرا که اعضای اتحادیه اروپا نیز به صورت داوطلبانه بودجه ای را به طور موازی برای این کار در نظر گرفتند. یکی از چالش‌های پیش رو حصول اطمینان نسبت به این است که این بودجه یک ساله یا دو ساله نباشد. در یک برنامه ماهواره‌ای اینچنینی ما درباره یک دوره زمانی 20-30 ساله صحبت می‌کنیم. در ادامه باید انتخاب کنیم و تصمیم بگیریم که آن را می‌خواهیم یا مایلیم که یک تصمیم تصویر تکه تکه و مجزا به وجود آوریم. خطر آنجاست که با تکه تکه شدن این احتمال به وجود می آید که همه چیز خراب شود. مردم نسبت به آن بی اعتماد شوند و تعهدات مربوط به کیفیت، تکامل، طراحی ماهواره های جدید و ایده جستجوی راه های جدید همه و همه از بین بروند. البته در حال حاضر به نظر نمی رسد چنین سرنوشتی در انتظار این برنامه باشد. همین شرکت های درگیر در آن نسبت به این موارد آگاهی دارند. همانطور که گفتم دولت‌های عضو اسا در حالی که هنوز مشخص نیست آیا بودجه عملیاتی تخصیص داده خواهد شد یا نه، چراغ سبز دادن برای پرتاب ماهواره اول را بدون ریسک نمی‌دانند و بنابراین ممکن است این کار با تأخیر انجام شود. امیدوارم دولت‌ها به زودی بر سر یک راه حل به توافق برسند. در حالی که آینده فعالیت‌های فضایی اروپا به دلیل مسائل مالی روشن نیست، کره خاکی ما هر روز بیشتر از دیروز در معرض تهدید قرار می‌گیرد.